16 17 سال تصویر از تو ذهن همه مونده، قاب‌های مختلفی که از تو دیدم، صورت همینجور تکیده، تیپ خوش تیپ تقریبا، یعنی نه تقریبا، این الان که خیلی خوش تیپه، این از دوران جوانی. و بریم یه تصویر ببینیم، ببینیم چهرت چه تغییراتی داشته در طی این 16 17 سال. بعد این رفتم خواستگاری قیافه‌مون رو اینجا. راجع به این 17 ساله که شما گفتید، فقط همینو میتونم بگم که انگار همین دیروز پیروز بود. آره دیگه، ببین تو فجر شروع کردی، فجر، سپاهان، استقلال، بعد دوباره مس، سپاهان، استقلال، بعد پیکان، استقلال، یعنی همه مسیرات آخر به استقلال ختم شد. اگه بخوای تقریبا تو این دو دهه‌ای که در لیگ حاضر بودی به خودت نمره بدی، چه نمره میدی؟ میشه گفت مردود نیستم. من بگم اغراق نباشه که بگیم بهترین گلر تاریخ لیگ برتر ما هستی. نظر لطف شماست، شما لطف دارین، ولی خیلی سخت بود واسم واقعا از زمانی که رفتم وجه سپاسی به عنوان سرباز صفر. این موقع سرباز صفر بودی دیگه؟ بله سرباز صفر بودم زیر نظر استاد یاوری. یک سال خیلی سخت رو گذروندم تا اینکه رسید به بازی آخر لیگ آزادگان، که اگر ما حتی مساوی هم میکردیم تیممون میرفتش دست دو. فکر میکنم که ظهر بازی بود، آقای یاوری من صدا کرد و گفتم میخوام ازت استفاده کنم، فقط حواست باشه پاس به عقب بهت دادن سر توپ نزنی به فوروارد، استوب سینه نکنی. این حتی همون موقع جوگیر بوده از جوانی؟ یعنی جوگیر که خب انجام میدادم این کارا رو به خاطر اینکه حالا هم اعتماد به نفس خودم بره بالا، همین که جوان بودیم دیگه. گفت اگه این کارا رو بکنی دقیقه ده هم که باشه تعویضت میکنم. ما رفتیم تو استادیوم رو گرم کردیم و تماشاچی اول بازی عباس محمدی رو تشویق میکردن، فکر میکنن عباس محمدی دروازه است. خدا رو شکر اون بازی رو بردیم و که بعدش هم که آقای پیروانی اومدن دیگه به هم بها دادن و همون سال ما قهرمان جام حذفی شدیم. که بعد از قهرمانی جام حذفی یکی از تلخ‌ترین اتفاقات زندگی من افتاد و اونم این بود که من خواهرم رو از دست دادم. بعد از اون که برگشتم شیراز، فکر میکنم آقای پیروانی دقیقا حق پدری رو برای من ادا کرد. یعنی واقعا من تو دروازه که وای میستادم چشم توپو نمیدید. من یادم ناصرخان اجازی گفته بود این جوان چقدر خوب و خوش استیله، منو یاد خودم میندازه. که اون مصاحبه ناصرخان خیلی تاثیر مثبتی تو روند زندگی فوتبالی من داشت و خیلی به من کمک کرد. بعد از این مصاحبه بود که همه به یه دید دیگه به من نگاه میکردن. هم شروع اینقدر خوب بود که به قول خودت تو دومین بازی، حالا اولین بازی که از مجید بصیرت یه پنالتی گرفتی و باعث شدی که اصلا فوتبال رو بذاری کنار دیگه بنده خدا. بابا مجید همیشه تو سپاه به من میگم جدی میگم تو باعث شدی، تو باعث شدی من خدافظی کنم. بعد دومین بازی تو لیگ برتر جلو ابوالحسن فرهاد کاظمی و دو تا پنالتی که تونست، این اشتباه رو خودم اینجا کردم. آره خودت اشتباه، خودت خطا میکردی، پنالتی کردم. آره بریم ببینیم توی دروازه سدمتی رحمتی و ضربه‌ای که رحمتی میگیره و جبران میکنه اشتباهه، خودش رو سید مهدی رحمتی بزنه، این بار هم توپ رستمی به گل تبدیل نمیشه. بین بازی سپاهان و ابو مسلم ما یه بازی رفت و برگشت داشتیم با تیم اسد قطر. تو اون بازی رفت و 1-1 کردیم، بازی برگشتم تو شیراز 1-1 شد، کشید به پنالتی، من یه دونه پنالتی نتونستم بگیرم. همه رو خلاف جهت رفتی یا رفتی؟ همه رو خلاف جهت رفتم، یه دونه هم که جهتش رو رفتم خورد به تیر، خورد به خودم رفت و گل. هفته بعدش دو تا پنالتی جلو ابو مسلم گرفتم. بعد 3-4 تا بازی بعد دوباره تو همون لیگ، ششمین بازی توی لیگ برتر جلوی پاس، یه دونه از رسول خطیبی گرفت، یکی از جواد نکونامی که خیلی کم تو کل دوران ورشش خیلی، یه دونه جور دیگو آلوس خراب کرد، یکی هم تو رسته بگیریم. رحمتی درون دروازه و توپی که توسط رحمتی به راحتی کنترل میشه و این موقعیت فکر میکنم که هفته پنجم بود، دقیقا یادم روز عید فطر بود،
دو تا پنالتی جلوی پاس گرفتم و یه پنالتی آقای رجب‌زاده زد تو گل، بازی رو یکیش بردیم. آمار پنالتی گفتی چند تا گرفتی کلا؟ فکر میکنم 56-70 است. اصلا خیلی عجیب غریب خوبه. اینجا این بازی پنالتی های جباری رو گرفتم. این بازی، این پنالتی رو که گرفتم استقلال سوم شد. این پنالتی رو از عنایتی هم خوب پنالتی میگرفتی یا؟ سه تا پنالتی زده بهم آقا رضا، این سه تاش هم گرفت. این سه تاش هم گرفت. اما پنج تا پنالتی بهت بزنم چند تا رو میگیری؟ من پنج تا پنالتی یکشو میگیرم. زحمت بکشی. نه حالا جدی. پنج تا پنالتی فکر کنم بتونم دو تاشو بگیرم. دو تا خوب میزنی. دو تا که نه دیگه. نه میخوای پنج تا چهار تاشو بگیرم؟ نه سه تا، اگه سه تا. سه تا بگیرم؟ آره. خیلی سخته نمیشه. این چقدر خوب بود این دبل سیوت. این پنالتی اصلا یادم نبود. بازن که تنهایی همه پنالتی رو گرفتی. محمد ابراهیمی بود خواست به چیپ بزنه. یه حواست باشه چیپ نمیخورم. خودت هم یه زمان پنالتی میزدی. من یادم حالا فکرم اون تصاویرش مال جام آزادگان بود. تو بازی صنعت نفت این بازی فکر میکنم که دقیقه 70 دقیقا همون چیزی که آقای رضایی بهم گفت همون شد. گفتم که آقا وید راحت میزنم تو گل، گفت میبینم پنالتی رو زدی خراب کردی دست گذاشتی رو سرت. دقیقا همون اتفاقم افتاد. میخوام همینجا بگم شاید یکی از تصمیمات اشتباهی که من گرفتم تو دوران فوتبالم این بود که خیلی عجولانه اون سال رفتم سپاهان بدون مشورت یا بدون تحقیق، چون بالاخره آقای پتروسیان دروازه‌بان خیلی بزرگی بود و خیلی هم محبوب بود بین هواداران. بله خیلی هم محبوب بود، شرایطم خیلی سخت بود. این بازی چه بازی بود. حالا تو هم در مورد سپاهان که صحبت کردی، سپاهان دور اولت با هادی عقیلی هم چند تا بازی، دو تا تو یه فصل دو تا گل به خودی بهت زد دیگه. بله تو جلسه فنی بعد از این بازی های اردلان با آقای کاظمی گفتن که مهدی اگه عقب‌تر می بود این توپو می گرفت. آقای کاظمی گفتش که اگه عقب‌تر می موند چیپ می انداخت بالا سرش. دقیقا بازی زباهن اومدم بیرون چیپ انداخت بالا سرم. بعد از دوران پرفراز و نشیبی که در تیم سپاهان داشتی رفتی استقلال. این داستانی که دوتا گلر خوب توی تیم نباشن خودت فهم میکنم دیگه الان به عنوان دروازه‌بان با تجربه میتونی کامل در مورد صحبت کنی. اون موقع طالبلو در تیم استقلال بود، فهم میکنی الان مقطع اول پیوستش به استقلال زمان درستی بود؟ این زمان درست انتخاب کردی واسه رفتن به استقلال؟ سخت بود، خیلی سخت بود. من بازی نمیکردم، من تیم ملی رو از دست میدادم، وعید بازی نمیکرد، وعید تیم ملی رو از دست میداد. توی مقطع کاملا علنی شده بود اختلاف نظر شما دو تا، یکی مثلا قهر میکرد اون یکی نمیومد، بعد داستان اون حوله به وجود اومد و این داستان کلا با هم خوب نبودید دیگه. چه عوام بودیم دیگه آی فردوسی پور. بیشتر این جنگا سال دومش به وجود اومد که آی معرفابی سرمربی تیم بود. من تیم ملی فیکس بازی میکردم توی برهه‌ای جلو قطر بازی کردم، بازی کردم یکیچ بردیم، برگشتیم اومدیم همه تیم ملی ها رو تو بازی بعدی گذاشت تو زمین، منو بازی نداد. گفتم که آقا صمد منم تیم ملی هم، گفتش که من تو رو قبول ندارم، مربی تیم ملی تو رو قبول داره. این اتفاقات میافتاد که یه سری ذهنیات هم بازی قهر کردی نیومدی نیم که یه بازی کی بود؟ تو قهر کردی یا وحید قهر کرد؟ من قهر کردم. آخرین بازی لیگ بود و قراردادم هم تموم شده بود. تو طول هفته گفته بودن که من بازی میکنم. تو جلسه ارنج کردن بازی آخر فکر کنم با پیکان تو آزادی بود که حتی ما اگه اون بازی رو میبردیم شانس قهرمانی داشتیم. گفتن که بازی نمی کنی و منم ساکن برشتم. الان که برگردیم کار نمی کنی؟ نه الان که برگردیم بچه خوب نمیشه. بعد
بعد رسیدیم به اون داربی معروف، این صحنه. از تو به بیرون بره کنه شده سری بازی رو آغاز میکنه تو بیرون بازه فرستانی به توی دروازه، توی دروازه گل مساوی زده میشه تا رحمتی دیگه اینقدر خودش خونسر جلوه نده. تو گل اول من خودم فکر کنم اصلا کورنل نشد، توپ اوت شد، به هوا اونم تک رفتم گذاشتم توپ بره بیرون، وگرنه نمیذاشتم توپ بره بیرون. این اشتباه تو این بازی در نهایت باعث شد که حدود دو ماه بری نیمکت، درسته؟ یه چیز تو این مایا و بعدش هم آخر فصل هم جدا شدید. چقدر این تاثیر گذاشت این اتفاق این مسابقه؟ ببین من تا قبل از این بازی بیشتر بازی استقلال رو بازی کرده بودم، خیلی هم خوب بازی کردم. تو این صحنه هم اشتباه چیزی نداشتم. من واقعا میگم فکر کردم بازی توپ اوت شده و کورنر نیست، نگو قبلتر خورده و دو پای کسی، وگرنه اصلا نمیذاشتم بره توپ تو کورنر. میگرفتیش؟ میگرفتمش و میزدمش میرفت. تو دو فصل تو استقلال کم بازی کردی نسبتا دیگه، 22 تا بازی انجام داده برای تیم استقلال، ولی هر مقطعی که دوچار مشکل شدی انتخاب خوبی انجام دادی. یعنی انتخاب مثل کرمان به نظرم برات خیلی خوب بود، چون اونجا تونستی، نه که بخاطر اینکه رفتی کرمان، ولی به خاطر اینکه دوباره برگشتی به اوج دیگه. آخر سال خب من کلا دو تا پیشنهاد داشتم، یه دونه پاس همدان بود، یه دونه هم مثل کرمان. میتونم بگم دو سال از بهترین سالهای فوتبالیمو تو اون شهر گذروندم، به خاطر اینکه نه حاشیه‌ای بود، نه استرسی بود، آرامش بود. یکی از توپایی بود که تیممون تو لیگ برتر موند. نشد. بازی رو یکیش بردیم پرسپولیس تو تهران. هفته قبلش استقلال یکیش بردیم، هفته بعدش پرسپولیس رو بردیم. اون فصلی که تو مصر بودید خیلی زود برگشتی تهران برای تقابل با استقلال تهران و ناصر خان اجازی که این ور و دوستت وحید طالبلو هم که در درون دروازه. خب آقای پنالتی به کی بود؟ اینو کی بود؟ خودش با کی بودی؟ پیروز قربانی. پیروز قربانی کجا؟ پیروز قربانی همیشه تو منتهای تصویر اگه نگاه کنید توی صحنه از بالا نشون میده، پیروز همیشه قبل از اینکه پنالتی گل بشه دستشو میگیره بالا به علامت خوشحالی. ببینید پیروز رو با وحید طالبلو نبوده؟ بس نه با پیروز بوده. بعدش با وحید بودی که توپ گرفتی همینجوری؟ نه بابا. نه